سلام سلام به همه شما دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه های ویداکوک خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتم طرز تهیه یک نون خوشمزه که گزینه مناسبی برای صبحانه و عصرانه است و بچه هام خیلی دوستش دارن رو براتون آموزش بدم. پس همراه من بیاید داخل آشپزخونه تا ببینید که این نون چطور درست میشه. دو تا موز رسیده متوسط دارم که پوستشو میکنم و میریزم داخل یک کاسه. با کمک چنگال خوب اونا رو له میکنم تا به صورت پوره در بیاد. حالا دو تا دونه تخم مرغ به موزا اضافه میکنم و هم میزنم تا کاملا با هم مخلوط بشن. توی این فاصله 1/2 پیمانه یا همون 113 گرم کره اضافه میکنم که معمولا من از کره بدون نمک استایل اروپایی و کریمی استفاده میکنم که خیلی هم کیفیتش خوب و باعث خوشمزه شدن نون و کیک میشه. دوباره خوب هم میزنم و 2/3 پیمانه عسل اضافه میکنم. شما اگه دوست داشته باشید میتونید به جای عسل از شکر استفاده کنید. یک قاشق چای خوری هم عصاره وانیل میریزم و بعد 1/2 پیمانه ماست. خوب مواد رو با هم مخلوط میکنم و الان نوبتی هم باشه نوبت مواد خشکه. دو پیمانه آرد سفید دارم، 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر و 1/2 قاشق چای خوری بیکینگ سودا. مواد خشک رو داخل مایه نون الک میکنم و با کمک لیسک خوب هم میزنم تا کاملا با هم مخلوط بشن. مایه نون ما الان آماده است. یه قالب لوف مستطیل شکل 8x20 انتخاب کردم. کفش رو کمی روغن اسپری کردم. یه کوچولو هم آرد می‌ریزم کفش رو تکون میدم تا کف قالب به آرد آغشته بشه. این کار باعث میشه که وقتی نون پخت به راحتی شما بتونید اون رو از قالب در بیارید. نصف مایه نون رو می‌ریزم داخل قالب و من به صورت سلیقه‌ای یه مشت هم کشمش می‌ریزم وسط مایه. شما میتونید از گردو و یا هر مغز دیگه‌ای که دوست دارید استفاده کنید. حالا باقی مونده مایه نون رو میریزم، سطحش رو صاف میکنم و قالبم رو به مدت 55 دقیقه داخل فر با دمای 170 درجه سانتیگراد میذارم. به به، نون موزی ما آماده است. من اون را الان از فر در آوردم و برای اینکه مطمئن بشیم که نون ما خوب پخته، یه خلال رو وسط مایه نون فرو میبریم و اگر تمیز بیرون بیاد یعنی که کاملا خوب پخته.
حالا نون رو از قالب در میارم، میذارمش روی رگ تا کاملا خنک بشه و بعد تزیینش میکنم. تاپینگی که من انتخاب کردم برای این نون مزدی سس شکلاتیه. سس شکلات رو میریزم روی نون و کمی هم گردوی خرد شده. به به، واقعا این ترکیب بهشتیه. آشپزخونه من که عطر خیلی خوبی پیدا کرده، مخصوصا توی این هوای پاییزی که وقتی نم نم بارون میاد، خوردن همچین نونی با یه لیوان چای یا قهوه واقعا میچسبه. حالا من نون رو برش میزنم تا بافت داخلش رو هم ببینید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما این نون موزی خوشمزه و ساده و سریع و آسون رو درست بکنید و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. در ضمن یادتون نره که اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و این کانال رو به دیگران معرفی کنید.